خانم ها، آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. از همان زمانی که همیهنان گرامی انقلاب آخوندی در ایران به پیروزی رسید و تا به حال که تقریبا دیگه 43 سال داره میشه، یکی از بزرگترین اهداف ملاها مبارزه با اسرائیل بود. در زمان رژیم گذشته ایران تقریبا بهترین روابط رو با اسرائیل داشت. از امکانات علمی اسرائیل به خصوص در زمینه آبیاری و کشاورزی استفاده های بسیار شد، به خصوص در دشت قزوین. همه ما شاهد بودیم. حالا در زمینهای دیگه هم حتما بوده. ما در طول تاریخمون هیچ وقت با اسرائیل، یعنی جایگزین و مرکز قوم یهود شد، اختلاف نداشتیم. در تاریخمون هم هست که کوروش این قوم رو آزاد کرد و اسم کوروش در کتاب‌های دینی یهودی هم وجود داره. در حال حاضر اسرائیل یکی از قوی‌ترین کشورهای منطقه آسیاست، چه از نظر تکنولوژی، چه از نظر پیشرفت‌های کامپیوتری و اسلحه سازی و بسیاری از این زمینه‌ها، مخصوصاً در امور امنیتی. آخوندهایی که اومدن رو کار، خب نمیتونستم بگم ما شیعه هستیم، آمدیم شیعه‌گری رو در منطقه وسعت بدیم. آمدن سرلوحه برنامه خودشون رو مبارزه با صهیونیسم جهانی و اسرائیل قرار داده. یاسر عرفات دعوت کردن، نیمه سفارت انگلیس رو درش رو بستن و دادن به فلسطینی ها. اون خیابون هم اسمش گذاشتن خیابان فلسطین. تمام مؤسسات اسرائیلی را از ایران برچیدن و شروع کردن سالهای طولانی برنامه های مخفی ساخت بمب اتمی رو اجرا کردن. چرا؟ برای اینکه این بمب اتمی که قرار بود جمهوری اسلامی بسازه و هنوزم قصد داره، این بمب رو نمیخواد ببره بندازه روی آمریکا، امکانش نداره، یا بندازه رو روسیه، یا بندازه روی چین، یا حتی پاکستان و هند. در نتیجه همه می دونستن با سیاست خصمانه که خمینی از روزهای اول نسبت به اسرائیل در پیش گرفت، اینا قصدشون اینه که بمب اتم بسازن و قهرمان جهان اسلام بشن و اسرائیل رو چنون بترسونن که
که بره تو لاک خودش و دستاش رو ببره بالا. اینا به یه چیزی توجه نداشتن. یه ملتی بعد از 7000 سال، 8000 سال، 10000 سال اینا آمدن سرزمین حقیقی خودشون رو اونطوری که میگن پیدا کردن، تاریخ هم نشون میده، و جمع شدن یه سرزمین کوچک به اسم اسرائیل. حالا شکل تکوین این دولت چجوری بوده و نمیدونم به کی ظلم شده به کی نشده، این جنگ هایی که بین عرب و اسرائیل پیش آمده درست بوده یا، من اصلا تو این بحث نمیرم. من تو این بحث میرم که جمهوری اسلامی و دولت ایران سننه. ما نه با اسرائیل هم مرزیم، نه الان دشمنی منافع داریم. اسرائیل یه گوشه دیگه است، تا به حال هم دشمنانش اعرابی بودن که از دشمنی با اسرائیل برای سرکوب ملت‌های خودشون سوء استفاده کردن. این دیکتاتورها از زمان فاروق، بعد ناصر، بعد سرهنگای مصر بگیرین، میاین از زمانی که قذافی و اینا در لیبی اومدن رو کار، در سوریه به اصطلاح بشار اسد و قبل از اون حافظ اسد اومد رو کار، تمام این کشورهایی که رهبران قلابی داشتن از دولت اسرائیل یه لولو ساخته بودن برای اینکه تمام بی ارزگی ها، تمام دیکتاتوری ها، تمام فساد خودشون رو بندازن گردن اینکه اسرائیل یه قده سرطانی است در منطقه و ما باید با اون مبارزه کنیم. بعد تو داخل هم تاخت و تاز کردن برای سرکوب مردمشون، ولی در تمام این مدت هیچ کاری نتونستن بر علیه اسرائیل بکنن. 3 تا 4 تا جنگ را انداختن، هر دفعه شکست خوردن. اینا که در مورد سرزمین اصلی اسرائیل ادعا داشتن، حالا تمام درخواستشون اینه که این سرزمینایی که اسرائیل از اینا گرفته بهشون پس بده. جالب نیست؟ حالا وجود نفس جمهوری اسلامی در ایران سبب شد بعد از سالها، یعنی این موشکایی که روش نوشتن به عبری برای نابودی اسرائیل، این پوزیسیونی که اینا در منطقه بر علیه اسرائیل پیش گرفتن، بغل گوش اسرائیل حزب الله درست کردن، جهاد اسلامی، حماس، بعد از این ور آمدن تو سوریه شروع کردن دخالت، همه اینا به خاطر این بود که کنار مرزهای اسرائیل بر علیه اسرائیل اقدامات بکنن. خب شما باید خیلی از رهبران کشورها باید خیلی عقب افتاده باشن در برابر این همه دشمنی دست بذارن رو دستشون نگاه کنن. وای به حال این که یک کشور قدرتمندی باشین که از نظر نیروی نظامی و نیروی هوایی و اقتدار ساخت مسائل جنگی یا مسائل دیگه در سرامت باشید در منطقه. اونا هم گوش خوابوندن. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اسرائیلی ها گفتن خب حالا نوبت ماست، جوری دیگه نمیشه. آمدن با دشمنان خودشون، چون همزمان شد با اواخر آمدن رئیس جمهور مصر سادات،
دیدیم که سادات حمله کرد به سینا، حمله موفقیت آمیز بود. بعد به این نتیجه رسیدن که از اون ورم اسرائیل اومد قوای مصری رو محاصره کرد، به این نتیجه رسیدن که آقا باید به این مخاصمه و جنگ پایان بدن، چون اسرائیل وگرنه سینا رو پس نمیداد. قرارداد صلح است. بنابراین اسرائیل با یکی از قدرتمندترین کشورهای عربی قرارداد صلح است. هر چقدر عربده کشی این رهبران نظامی کله پوک جمهوری اسلامی زیادتر و زیادتر شد، اسرائیل تاکتیک نزدیکی به کشورهای عربی رو بیشتر جلو برد. بسیاری از کشورهای عربی احساس کردند دشمن اصلی اسرائیل نیست، دشمن اصلی جمهوری اسلامیه. ثابت کرده در بحرین، در اردن، در امارات متحده عربی، در عمان، در لیبی، در همه جا، در سوریه، در عراق دخالت میکنه و این کشورها رو میریزه به جون هم دیگه. جاسوس میفرسته، میلیون ها خرج میکنه برای اینکه شیعه‌گری رو در این مناطق که بعضیاشون هم شیعه بودن زیادتر و زیادتر جلوه بده. خب نتیجه این شد که یواش یواش این کشورها هم از صنعت اسرائیل استفاده کردن، هم از قدرت امنیتی اسرائیل استفاده کردن و هم این قول رو گرفتن که به دلیل نفوذی که اسرائیل در غرب داره تمام به اصطلاح جریانات رو به نفع این کشورهای عربی بچرخونن، در این حال که بعضی از اینا روابط خیلی خوبی داشتن. الان نگاه کنید، بحرین، امارات متحده عربی، عمان، اردن، لیبی و حتی عربستان سعودی که در ظاهر سعی میکنه خودشو بی‌طرف نشون، اینا همه رفتن طرف اسرائیل. اینور تمام این اسنادی که چندین تن بود و از ایران خارج شد، اینی دیگه آدم باید کور باشه از راه آذربایجان رفت. یعنی اینا که اون قدرتی در آذربایجان یعنی اسرائیل پیدا کرده که در جنگ اخیر با ارمنستان اگر کمک‌های اسرائیل در زمینه پهپادها و اسلحه‌های نوین اسرائیلی نبود، هرگز آذربایجان نمیتونست ارمنستان رو شکست و مقدار زیادی از سرزمین قره‌باغ رو بگیره، امکان نداشت. بنابراین بهترین روابط رو در شمال اسرائیل آمدن با آذربایجان شروع کرد. یعنی شما اگه روی نقشه نگاه میکنید میبینید که با همه بازی هایی که اردوغان در میاره، ولی یه طورایی در بعضی از جاها منافع اسرائیل با ترکیه با هم میخونه، چون اون مردک اردوغان قاتل در این حال که اسلامی و نماز میخونه و قرآن میخونه بسیار هوشیارانه در مورد منافع ترکیه اقدام میکنه. نمونهاش زیاده، هر جا که منافع ترکیه به خطر میفته این مردک اونجا سرش پیدا میشه. الان روابط ترکیه و اسرائیل به دلیل آذربایجان و به دلایل دیگه خیلی نزدیک شده، با وجود که خصمانه بود. خب تمام این اتفاقات که الان داره تو ایران میفته، بعضی از پهبادا میان میزنن نقاط مختلف ایران رو و بعضی چیزا مشکوک
در ایران منفجر میشه، بسیاری معتقدن که سرمنشه سرزمین آذربایجان، ولی اونا همیشه تکذیب کردن. نه اصلا هم چیزی نیست، ما با اسرائیل اصلا رابطه ای نداریم. خب این نتیجه سیاست جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل. میلیاردها دلار تا به حال ایران خرج ساخت بمب اتمی کرده و موشک، و خودش نیست ابلهه، عقب افتاده است، آخونده، مغز گنجشکی داره، خیال میکنه دنیا حالیش نیست، میگه ما این فعالیت های اتمیمون به خاطر برق و پزشکی، برقشونه که میبینی، پزشکیشون هم که میبینی. شما اومدین میلیارد ها خسارت زدین به مملکت ما بابت اینکه برق و پزشکیتون پیشرفت کنه؟ نه واقعا این ابلهانه نیست. شما موشک های قاره پیما درست میکنین که برق رو بفرستین کره ما، نمیدونم بفرستین آمریکا، یا دکتراتون رو بذارین توی این موشک ها پرت کنین تو کشورهای مختلف، مثل دکترهایی که در ایران در خدمت مردمان، مردم دنیا رو هم به خدمات انسان دوستانه خودشون هدایت کنن. نه واقعا خنده دار نیست حرف شما. شما میخواین از نظر پزشکی و از نظر برق این همه تشکیلات که درست کردین، میلیاردها خرج کردین، زیر زمین رفتین سانتریفیوژ درست کردین، نمیدونم چند بار منفجر شده، جنگ به وجود اومده، چندین جنگ دیگه احتمال داره باشه، بهترین دانشمنداتون از دست داده، همه رو که به خاطر برق و پزشکی. یعنی خنده دار نیست حرف شما. حالا تکلیف چیه؟ ببینیم جاسوسان اسرائیلی یعنی مامورین موساد در سراسر ایران، در گوش و کنارش و در رأسش نفوذ کرده. ضرباتی که اسرائیل در عرض این مدت به جمهوری اسلامی زده غیر قابل ترمیمه. یعنی درست نقاطی رو نشونه گیری کرده و منهدم کرده و آدمایی رو کشته که اینا هر کدومشون برای جمهوری اسلامی میلیون ها دلار خرج برداشته بوده و مملکت ما رو به خطر انداخته. از قول بسیاری از نخست وزیران اسرائیل از جمله خانم گولدا مایر گفته شده، هیچ وقت نگفتن ما بمب اتم داریم، ولی همه میدونن اسرائیل 300 بمب اتمی داره، از نظر تخریبی چندین برابر بمبایی است که رو هیروشیما و ناگازاکی ریختن، ولی هیچی نمیگن. در صحرای نگف هم هست. بسیاری از نخست وزیرها همطور که گفته از جمله خانم گولدا مایر گفتن اگر اسرائیل یه زمانی به طوری به خطر بیفته که به نابودی اسرائیل تموم بشه، ما حتما از بمب اتمی استفاده میکنیم در هر شرایطی. بنابراین اینا، این مغز پوچا که الان ببینید چند سال در سوریه علافن، چند سال دارن میلیون ها دلار به حماس رو نمیدونم اینا پول میدن، توی عراق رفتن که نفوذ کنن از طریق سوریه اقدام کنن، همه این کارا به خاطر اینه
که در منطقه بگم ما تنها دولتی هستیم که با اسرائیل می جنگیم. دوباره من اینجا مجبورم بگم سننه. مردم ایرانو ببینید، شما پرچم امریکا و اسرائیل میذارین، دو نفر سه نفر از روش رد میشن، بقیه از اون گوشه ها میرن. برین از مردم ایران رأی بگیرین، بگین دشمن اصلی شما کیه، ببینید چی میگه. از هر 100 تا 98 تاشون میگن جمهوری اسلامی. نمیگن آمریکا، نمیگن اسرائیل. و این جالبه، هر دشمنی که جمهوری اسلامی برای مردم ایران میتراشه محبوب مردم ایران. این شعارهایی که شما تو خیابون میبینی، نه لبنان نه غزه، جانم فدای ایران، حالا برعکس یا چیزهای دیگه، اینا همش نتیجه سیاست های جمهوری اسلامیه. گرسنگی، فقر، بیماری، دیگه چه کاری باید تو ایران انجام بشه تا مردم دنیا بدونن که ملت ایران در بدبختی و بیچارگیه؟ نگاه کنید، من موقعی که در بندرعباس خدمت میکردم، یه بار یه سفری رفتم به دبی. 1346 به مقدسات قسم، مقدسات اینا، به شرفم قسم، شما اگه میرفتین بالای دهاتای قم بهتر از دبی بود. فقر، بیچارگی، دو تا خیابون خاکی، سه تا خیابون نمیدم اسفالته. بسیاری از لاری های ایران و کسانی که در جزایر بودن رفته بودن اونجا، تجارت خونه های کوچیکی درست کرده بود. حالا بلند شین شما برین دبی ببینین چه خبر. من فیلماشو که میبینم حیرت میکنم، یعنی نمیتونم باور کنم. عمان، اصلا عمانی وجود نداشت اون موقع. بحرین که اون موقع استان نمیدونم دوازدهم ما بود، چون قطر همینطور، کویت همینطور، کویت بهتر. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که الان آرزوی میلیون ها نفر ایرانیه برن در یک از این جزایر بتونن فقط یه ساختمون بخرن، یه کار کوچیک بکنن و افسوس میخورن. این برم ارمنستان، هزاران نفر تو صف قش کردن رفتن توی ارمنستان که اونجا واکسیناسیون بزنن. بعد یه صحنه هست، مردم ایران فرصت کی را آوردن از این آخوندهای شپشو که توی ارمنستان جشن بگیرن، میزنن میرقصن جشن آب، شادی میکنن، انگار نه انگار که این مملکت در فقر و بیچارگی داره میسوزه، ولی راه پیدا کردن برای ابراز خوشحالی. این ملت که همیشه شاد بوده، اینا خجالت آور نیست؟ اینا زجر آور نیست؟ یعنی این مغز پوچا نمیدونن که مردم ایران اینان که میرن میشینن رو منبرا نمیدونم نماز جمعه، کثیف‌ترین، مزخرف‌ترین، احمقانه‌ترین حرفا رو راجع به اماما و نمیدونم روایات اینو از خودشون در میارن. دیگه مردم دست شما رو خوندن، دیگه میدونن که هیچی تو چنده نداری. آقا اومد نمیدونم با فیله عربی حرف زد، نمیدونم گفتن یه گوسفند سفید هست
که این میدونه چرا گوسفندا غذا نمیخورن، نمیدونم یونجه نمیخورن. بعد رفتن بهش گفتن، گفت اینجا میدونی هزار سال دیگه یه نفر اینجا سر میبرن. خب دیگه اینه، این نتیجهش. آقا میخواد مسائل مملکتی رو حل کنه، استخاره میکنه. استخاره بعد بیاد نمیرن. وزراش فوش میدن به مردم. بریم بخونیم، وزیر بهداشت علنن توی جلسه خبرنگاران فوشای رکیک میده. لاتن. من 10 دفعه تالا اینو گفتم. شما دیدین تا به حال تو دنیا مثلا بگن خانم دکتر ملکه الیزابت یا خانم دکتر نمیدونم فرض کنید که نمیدونم پادشاهی از این نخست از خانم دکتر مثلا مرکل، بلکه اهمیت اینا به کارشون کوشش و دکترا و مهندسی که برای کسی شخصیت نمیاره. میریم چند تا آگهی رو میبینیم همیهنان گرامی، برمیگردیم و من با آقای کوهستانی صحبت میکنم. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر، منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. خانم ها، آقایان، اگر قصد فروش طلا، جواهرات و ساعت‌های گران قیمت خود را دارید، با بیژن جواهری تماس بگیرید. با بیژن جواهری از ارزش و قیمت درست طلا، ساعت و جواهرات خود مطلع شوید و آنها را با اطمینان خاطر به قیمت و با شرایط ویژه به فروش رسانده، ریدیزاین و یا آپگرید کنید. بیژن جواهری، نامی آشنا در بیورلی هیلز با 30 سال تجربه، متخصص و کارشناس ارشد در قیمت‌گذاری، ساخت و خرید و فروش طلا و جواهرات. تلفن 310-278-8485. آیا می دانید شما می توانید شبکه ما را از طریق اکثر دستگاه‌های ستاپ باکس از قبیل جیل باکس، اندروید باکس، اپل تی وی، سامسونگ بلو ری، روکو و آمازون فایر تیوی تماشا کنید؟ جی ال ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. پس من میرم چای بیارم، تو هم سریال دیشبی رو بذار. نذاشتی؟ پیداش نمی کنم. کجا داری دنبالش میگردی؟ اینا تو کل سریال ها. نه، من گذاشتم تو قسمت منتخب. کجا؟ ایناش، قسمت منتخب. پنج چجوری رفته اونجا؟ تو هر برنامه این که دوست داری کنارش روی منو کلیک میکنی، بعد میزنی روی فیوریت، بعد اینا ذخیره میشه توی قسمت منتخب. خوب جیل ویزی شدی یا شیطون. مرسی از بابت چایی. حال که کاربر جیل تاک هستید، میدانید که جیل تاک کامل ترین اپلیکیشن در مقایسه با سایر اپلیکیشن های تلفنی موجود است، چرا که علاوه بر خصوصیات مشترک با سایر اپلیکیشن های تلفنی، از امکانات منحصر به فردی نیز برخوردار است، از جمله دریافت وایس میل در صورت عدم پاسخدهی و ارسال آن به ایمیل شما، دارای کیف پول الکترونیکی با امکان ذخیره و انتقال اعتبار به دیگران، امکان خرید 1 یا چند شماره تلفن از کشورهای مختلف دنیا، گزینه تشکیل کنفرانس تلفنی،
قابلیت ضبط مکالمات، امکان دریافت ریز صورت حساب از طریق وبسایت جیل تاک. با جیل تاک با بهترین نرخ مکالمات با هر شماره تلفنی، حتی شماره های دفاتر و منازل در سراسر دنیا تماس بگیرید. در ضمن در صورت معرفی اپ به دیگران می توانید از اعتبار هدیه بهره مند شوید. جیل تاک، راه ارتباطی شما با عزیزانتان. برای فروش تبلیغات در جیل ویز، شارژ اشتراک جیل ویز، شارژ اپلیکیشن تلفنی جیل تاک، سرویس های چاپ دیجیتال و دیجیتال ساینج با شرکت گلداین همکاری کنید. این موقعیت فوق‌العاده را از دست ندهید و همین حالا با ما تماس بگیرید. خب، همیهنان گرامی، در این قسمت از برنامه من گفتگو میکنم با دوست بسیار گرامی آقای مهدی کوهستانی. من همطور که خدمتون قبلا گفتم، آقای کوهستانی در مجامع بین‌المللی کارگری کار میکنن. بنابراین تمام مسائل کارگری اکثر کشورهای جهان به خصوص خاورمیانه تحت بررسی های قسمتی هستن که آقای کوهستانی در اونجاست، مخصوصا ایران، چون تخصصشون هم یه مقدار زیادی راجع به مسائل کارگری ایران. من اتفاقی و از روی شانس به وسیله یکی از دوستانم با آقای کوهستانی آشنا شدم و از این آشنایی هم بسیار خوشحالم و اطلاعاتی که تا به حال آقای کوهستانی در برنامه‌شون دادن از طرف بسیاری از شما بینندگان مورد تایید قرار گرفت، به خصوص طبقه کارگر. من الان میدونم که همه شما نگران وضع کارگران ایران است. نهضت بزرگ کارگری، جنبش بزرگ کارگری الان در میهن ما در حالت تکوین و به اصطلاح تحسین قرار گرفته. صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، بسیاری از کارخانجات به این نتیجه رسیدن که در سایه اتحاد میشه این جمهوری ملعون رو به زانو در آورد. این جمهوری به قدری هول شده که از یه طرف کارگران رو دستگیر میکنه، از یه طرف تهدید میکنه و از یه طرف به اینا امیدواری میده که کار شما به زودی در این کمیسیون، در اون کمیسیون، با حضور رئیس جمهور، با حضور نماینده رهبری، اینا در حال درست شدنه و به دروغ میخواد صف اینا رو از هم بپاشه. حالا ما از دست اول این مسئله شروع میکنیم. من گفتگو میکنم با آقای مهدی کوهستانی. آقای کوهستانی درود بر شما و خواهش میکنم که این سوال منم در ذهن بعد از سلام علیک جواب بدید که وضعیت اعتصابیون کارگران نفت، پتروشیمی و گاز و سایر کارخانجات در چه حاله؟ من ابتدا سلام میکنم به شما آقای فرجی و دوستمون در اتاق فرمان که دارن کمک میکنن و درود میفرستم به بینندگان شما در هر کجا هستند و به خصوص به کارگران کشورمون که بخش عمدهشون توی شرایط بسیار ناگواری دارن زندگی میکنن. و بحث امروز ما رو شما با این مقدمه شروع کردید که در رابطه با گاز، نفت، پتروشیمی و اینکه کارگران به این نتیجه رسیدند که با یک اتحاد و همبستگی میتونن اینو به این شرایط و اون حاکمان رو به زانو درارن، به درستی گفتید که چرا اینکه ما داریم با یک نیروی طرفیم که نیروی متخصصن. یعنی شما همین الان بخواید همون کارگرانی که در ایران حدود فکر میکنم بالای 50,000 نیرو هستند، خودشون هم تو گروه های خودشون دارن توضیح میدن،
یک نیروی متخصص جدی هستن که شما همون برن تو کشورهای حوزه خلیج فارس، برن تو اروپا، راحت با یک زندگی بسیار مناسبی زندگی میکنن. ولی از بد قضا روزگار اینا در جایی دارن زندگی میکنن که اون کسانی که به صاحب قدرت هستن اینو درک نمیکنن که این نیرویی که براش اینقدر زحمت کشیده شده، تجربه داره، به درستی ازش استفاده کنن، در جهت برعکس دارن حرکت میکنن. شما نگاه هم بکنید این کارگران در عرض چند دهه گذشته همشون به یک نقطه مساوی رسیدن، اینکه جامعه ما الان در یک بیقانونی داره زندگی میکنن. کارگران ما عملا هی دارن میگن این قانون کار کو، یعنی بحث قانون کار به درستی هم میگن، چون قانون کار در اون کشور اصلا وجود نداره، چون هر قانونی تضمینش اون حکومتیه که باید اینو اجرا بکنه. متاسفانه اجرا کردن قانون در اون کشور به یک عرفی تبدیل شده که اصلا قانون وجود نداره، همش بر اساس روابط و زد و بند و مافیای اقتصادیه، که اگه شما هم توجه بکنید فقط هم همین وضعیت رو برای کارگران خودمون با وجود نیاوردن. همین سه روز گذشته من تو یکی از این جلساتی که داشتم گوش میدادم، شما باید برید وضعیت خود لبنان رو ببینید، مشابه ایران، سوریه مشابه ایران، عراق مشابه ایران، یمن مشابه ایران. یعنی این حکومت ما نه تنها کشور خودمون رو داغون کرده، دوروبر کشور خودمون هم تمام کشورها رو به یک سطح این خودش در آورده دیگه. سوریه که اصلا راجبش نمیشه حرف زد، جز واقعا اشک چشمه با اون شرایطی که میلیون ها انسان رو آواره کردن، صدها هزار آدم رو کشتن. ولی برگردیم در درون کشورمون، جامعه کارگری ما که یه روزگاری به قول معروف با پاسپورتش سوار میشه تو هر کشوری میخواست بره، الان ارزش پولش در یکی از پایین ترین قسمت هاست. کارگران ما همه به یک نتیجه رسیدن که اولا این حکومت مافیایی حاضر نیست هیچ گونه تغییری در سیستم خودش بده. و امروز که شما به درستی گفتید که کارگران پتروشیمی و نفت و گاز پیش قراولن، چون وقتی شما نگاه میکنید اقتصاد تک محصولی ما که بیشتر رو انرژیه و همش هم واردات و بخش خدمات و خرید فروش و این حرفاست، یعنی تو تولید نیروی نذاشته. یعنی شما حتی برید ایران خودرو رو هم نگاه کنید، یه جا چیز به اصطلاح بعد تو منطقه سرآمد باشه، اونم با یک مشکل اساسی روبروش کردن. برای از این زاویه است که شما میبینید که تو یک سال گذشته کارگران پتروشیمی و نفت و گاز به یک نتیجه مشترک رسیدن. اینا فقط به یک بخشش نمیرسه که بگیم ما پیمانکار، فقط هم مسئله پیمانکار نیست، اون قرارداد رسمی، قرارداد ثانی یا ثالث، اینا تمام به یک نوعی به همدیگه گره خورده. یعنی شما حتی حساب بکنید اونی هم که قرارداد رسمیه وقتی اینا نتونن برن سر کار، اونا هم با یه مشکل دیگه هستن. همینو میتونیم شما ببینید در خود ادارجاتش هم با یک بحران روبرو میشه. ولی اینا استاد عقب انداختن دیگه، از این ستون با اون ستون یه فرجه. کارگران در چند هفته گذشته تو اعتصابشون که این هفته چهارمین هفته اعتصابشونه، شما میگفتید که وضعیتش اینجور خوب بلتب وضعیت بسیار ناراحت کننده ای دارن. یعنی من امروز داشتم یک نامه یک گروهیشون رو میخوندم به نمایندگان مجلس منطقه شون، واقعا دردناک بود. شما وقتی میبینید تو نامه به ماده 13 قانون کار اشاره میکنن، میگن که شمایی که نمایندگان مایید بیایید ببینید که فشارهای کار توان فرسایی که در اینجا ما رو فرسوده کرده، ما داریم کارگر 24 روز کار میکنه برای 6 روز، اونم بین 10 تا 13 ساعت، یعنی عملا یک بردهداری مدرنه. و شما نگاه میکنید میگن پیشی گرفتن تورم از مزد، راست میگن، یعنی شما هر روز این جامعه تورمش بسیار بالاتر میره، مزدش عقبتره. میگه رد نکردن بیمه، این نامه‌ای که به نماینده های مجلس فرستادن، دیر پرداخت دستمزد، درستی هم میگن، شما میبینید گاهی بین 2 تا 3 ماه اینا همیشه دستمزدشون عقبه، نبود امکانات و ابزار رفاهی و جایگاه ما مثل همانند اردوگاه کار اجباری، اینو خودشون نوشتن، ما نمیگیم، و نبود
نظام امنیت در محیط کار. یعنی اینا رو وقتی شما نگاه میکنید این 6 تا ماده، چون یه فرمی این کارگره هم در آوردن که تو تمام این دوره با 6 تا ماده بحث خودشون رو کردن، ولی عمده ترین چیزی که این مطرح کردن حسب پیمانکار همسانسازی دستمزد و واقعا رسوندن خودشون به یه چیز واقعی، یعنی اینا یک امنیت شغلی میخوان، اینا نهادی رو میخوان که اینا بتونه ازشون حمایت بکنه. به خاطر این نیست که ما میگیم نهاد سندیکایی یا اتحادیه در محیط کار وقتی وجود داشته باشه، خب بلتب مسئله قوانین بین‌المللی شامل حالشون میشه. شما وقتی نگاه میکنید که ما از با امضا کنندگان اولیه به وجود آمدن سازمان جهانی کار هستیم، ایران وقتی امضا میکنه در اولین مقابله نامه یکش مسئله 8 ساعت در روز و 48 ساعت در هفته است. شما دارید با یک کسانی صحبت روبرو هستید که طبق ساعتی که خودشون نشون میدن 334 ساعت در ماه. اصلا این هیچ جای نمیشه اینو توضیحش داد. و مهمتر از این شما نگاه میکنید تو کنوانسیون های 29 کار اجباری و تمام اینا رو عملا اینا زیر پا گذاشتن در رابطه با مسائل کارگری. واسه همین هم هست کارگرا میگن ما حق تشکل میخوایم، که ببینیم توی چند روز گذشته هی میگن بیاید شورای اسلامی کار درست کنه. خب شورای اسلامی کار اگه میتونست کار بکنه که 40 سال وضعیت کارگران ما این نبود. شورای اسلامی کار عملا حراست. اینو زنگنه 1392 اعلام کرد، گفت ما 220 هزار کارمند رسمی داریم در نفت، 40 هزار اینا حراستن. حراست هم شما من میدونید یعنی نیروی امنیتی در محیط کار که هر 4 نفر یک نفر مراقبشون باشه که ذهنشون به جای خطایی نره که بخوان اتحادیه‌ای درست کنن، سندیکای درست کنن، اعتصابی بخوان بکنن، با خودشون جمع بشن، حرف بزنن، اینو نمیذارن به وجود بیاد. از این زاویه است که من فکر میکنم کارگران ما از منی که بیرون از کشور هستم یه تقاضای دیگه‌ای دارن. شاید اینو نتونیم بگیم همشون، چون بلتب تو هر محیط کاری با ده ها هزار کار کن، خب بلتب هزاران نظرم توش وجود داره. یه بخشش میگن اصلا خارج از کشور شاید بهش ربطی نداره، ولی یه بخش عمدهش میگن اتفاقا خارج از کشور وظیفشه. چرا میگه وظیفشه؟ شما نگاه بکنید اولین مجوز تمام این پتروشیمیا رو برای تمام این کارا شرکت لینده آلمانه. یعنی ما اگه این نیرومون بره با شرکت لینده تو آلمان صحبت کنه، بابا جان شما مجوز تمام این پتروشیمیا زیر نظر شماست، شما تو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس آریا ساسول مال آلمانه، یعنی این مال پلیمبر آلمانه، یا مشتبه مهر ما یه 59% مال سنگاپوره، مال پتروشیمی سنگاپوره، 40% مال شرکت پتروشیمی بین الملله، یا یه بخش عمده پارس ما عملا 60% مال نهادهای مسلح. یعنی اینکه چجوری میشه نهادهای مسلح صاحب یک همچین چیز اقتصادی بزرگی هستن. از این زاویه است که مایی که تو خارج از کشوریم، دوستانی که در آلمان هستن یا دوستانی که در فرانسه هستن، خب کمپانی IFP اینا دارن در هر صورت روابط اقتصادی دارن تو بخش پتروشیمی. حالا من کاری ندارم برم تو تورایی ژاپن و اینا رو نمیتونم، حالا دیگه ما تو ژاپن که انقدر نیرو نداریم، ولی تو همین قسمت اروپا و آمریکای شمالی با خیلی از این شرکت هایی که به یک نوعی در ایران چیز دارن میتونیم به اینا فشار بیاریم که به این کارفرما فشار بیارن. یعنی باید به حکومت فشار برای چی؟ ما عملا پیمانکارایی داریم که اصلا وجود خارجی ندارن. ما میبینیم که 200 تا کارگر شکایت میکنن تو وزارت کار تو یکی از این شهرها و هر کدومشون هم یکی 20 خورده میلیون تومان طلب داره از پیمانکاره. اصلا اداره کار میگه همچین شرکتی وجود خارجی نداره. برای چی؟ به خاطر اینکه شما وقتی میرید یه جای استخدام میشید، بهتون یه کاغذ میده امضا میکنید، نه قراردادی وجود داره، نه تضمینی وجود داره، نه هیچی. چون به خاطر اینکه نیروی کار وسیع وجود داره، بیکاری میلیونی وجود داره، خب اینا میگن ما ازش استفاده کنیم. اینا دارن سوء استفاده میکنن
و این وظیفه نیروهای مثل ماست که اینا رو در سطح بین المللی و در مجامع بین المللی به چالش بکشیم. یعنی بعد این کشورها ببینن چجوری میشه کمک کرد. شما فکر کنید وقتی نیروهای عراقی میان حمایت میکنند از ایران، چون میدونن با همین دردسر خودشون داشتن. شما نگاه کنید تو نیجریه هم همین وضعیت، ما رو 2 سال پیش نیجریه هم داشتن، ولی اونا با پیمانکار نمیجنگیدن، اونا با دولتاشون میجنگیدن. ما یک وضعیت بسیار بدی تو محیطای کار ما در ایران وجود داره که کارگر نه تنها کارفرما غیره دارن ازش فشار به کارگر فشار میارن. آقای کوهستانی خیلی سپاسگزارم. من مجبورم که این قسمت از برنامه رو کوتاه کنم، بپردازم به یه مطلب خیلی فوق‌العاده. سپاسگزارم از شما و شما رو من مرتبا باید بیارم در برنامه خودم راجع به اوضاع کارگری و راجع به این اعتصابات با هم صحبت کنیم. خیلی سپاسگزارم از شما آقای. منم ممنونم از شما. خیلی ممنون. همینان گرامی، به من چند دقیقه قبل اطلاع دادن که آقای خسرو سیف دبیرکل حزب ملت ایران که ایشون به جانشینی داریوش فروهر انتخاب شد، در تهران به علت ناراحتی کرونا درگذشت. من در زمان نهضت مقاومت ملی بعد از کودتای 28 مرداد چندین ماه با آقای خسرو سیف و بسیاری از فعالین نهضت مقاومت ملی همکاری داشتیم. من در تهران اون موقع فکر میکنم 14 سالم بود، دستگیر شدم از طرف اون موقع فرماندار نظامی سرتیپ تیمور بختیار بود و مدت 1 سال به دلیل شکنجه هایی که دیده بودم من در لشکر 2 زرهی زندانی بودم و تنها کسی که مرتبا خودش رو به در و دیوار میکوبید برای اینکه اولا محل من بدونه کجاست، محل زندانی، و بعد میدونست که من در بیمارستان بستری هستم، در بیمارستان لشکر 2 زرهی فعالیت های بسیار کرد و زمانی هم که من آزاد شدم هنوز هم گفته بود به دوستان من که من تصور نمی کردم این حسین فرجی همون کسیست که دستگیرش کرده بوده. اینقدر صورتش در اثر ناراحتی و شکنجه خرد شده بود. خسرو سیف، بله خسرو سیف، من تصورم اینه که یکی از با افتخارترین میهن‌پرستان مملکت ما بود. آنی از مبارزه دست بر نداشت و همواره به ایده ها و راه مصدق بزرگ اعتقاد داشت. من به قدری از درگذشت خسرو سیف شوکه شدم که اصلا تصور اینی که یه انسانی مثل خسرو سیف که حتی وقت خصوصی برای زندگی خودش نگذاشته بود و همه رو خرج مبارزه میکرد الان در میان ما نیست. صمیمانه به همه مردم ایران، به اعضای حزب ملت ایران، به خانواده خسرو سیف و به خودم تسلیت میگم و امیدوارم راه خسرو سیف راهی باشه که مردم ایران طی بکنه. سپاسگزارم از امیر شهرتی، سپاسگزارم از شما که به این برنامه توجه کردید. با یاد خسرو سیف به برنامه پایان میدم. زنده باد آزادی، پاینده ایران.